امشب با شهاب طلوعی، نوازنده، آهنگساز و خواننده ساکن جمهوری چک گفتگو میکنم. او که از کودکی نواختن موسیقی را آغاز کرده، در نهایت تصمیم گرفت تا به صورت آکادمیک به دنبال این رشته بره و مدرک کارشناسی ارشدش را در اسپانیا دریافت کرد. شهاب مدتی در ایران فعال بود و برنامه‌های مختلفی را هم به روی صحنه برد. او در سال 2003 به جمهوری چک مهاجرت کرد و چند سالیه که در پراگ زندگی میکنه. شهاب بنیانگذار گروه موسیقی کوارتته و تلاش میکنه تا با نوآوری در آثارش سبک تازه‌ای رو به هنردوستان عرضه کنه. موسیقی ترکیبی فلامنکو ایرانی. آقای شهاب طلوعی، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه با ما همراه هستید. من هم به شما درود میفرستم و به تمام بینندگان گرامی برنامه‌تون و کانال وایس اف امریکا. شب خوشی داشته باشید و روز خوش در هر جا که هستید. آقای طلوعی، شما چرا تصمیم گرفتید ایران رو ترک کنید و در نهایت به جمهوری چک رفتید؟ اونجا چه کار میکنید؟ بهنو جان، من سعی میکنم این سوال رو یه مقدار کوتاه جواب بدم. جمهوری چک انتخاب من بود به خاطر موقعیت فوق‌العاده خوبی از لحاظ جغرافیایی که داره، دقیقا مرکز اروپا هست و همینجور که میدونیم خب موزیسین‌ها به خاطر شغلی که دارن احتیاج به سفر کردن خیلی زیاد دارن، دسترسی از جمهوری چک به کشورهای اروپایی مخصوصا خیلی آسون هست و این موقعیت رو من در اسپانیا نداشتم به خاطر اینکه نزدیکترین کشور به ما فرانسه بود که حداقل 1000 کیلومتر از ما فاصله داشت، ولی از چک به آلمان، به اتریش، به لهستان و اسلواکی و بیشتر کشورهای اروپا به راحتی حتی با ماشین میشه سفر کرد. این یکی از دلایل اصلی کاری بوده و دلیل دومش هم این بوده که چک با وجود کوچک بودن هنرمندهای خیلی بسیار زیادی رو در رشته های مختلف هنری، چه از لحاظ موسیقی، چه تئاتر و چه نویسندگانی مثل فرانس کافکا و غیره به دنیا عرضه کرده و یکی از پایتخت های مهم هنری اروپا است. درباره گروه کوارتت صحبت بکنیم. چه زمانی تشکیل شد؟ چه مراحلی رو طی کرده تا به اینجا رسیده و چند نفر عضو این گروه هستند؟ گروه کوارتت من از سال 2006 اولین صحبت‌های ما در حقیقت با گروهمون شروع شد برای جمع کردن این گروه. اولین گروه من تریو بود، یک گروه سه نفره بود و گروه کوارتت هم خب همینجوری که اسمش روش هست گروه چهار نفره هستش و این گروه در سال 2007 اولین بار جمع شد، ولی در آخر سال 2007 تغییراتی در گروه ایجاد شد که مجبور شدیم بیسیستمون رو عوض بکنیم و همینطور گیتاریست دوم رو و با این فرمی که الان گروه هست از 2008، از آغاز 2008 یا آخر 2009، از دسامبر آخر 2007 شروع کردیم به کنسرت گذاشتن با این گروه، با این فرمی که الان هست. درباره سبک این گروه برامون توضیح بده. پیش از برنامه با هم صحبت می‌کردیم، می‌گفتی سبک تازه‌ای داری روش کار می‌کنی، موسیقی ترکیبی فلامنکو ایرانی. حالا نمی‌دونم من این رو کامل گفتم یا درست دارم بهش اشاره می‌کنم، ولی واقعاً جنس کار شما چیه؟ چه ویژگی داره؟ بهنو جان، راجع به این پاسخ شما من باید کمی برگردم، فکر می‌کنم به عقب از لحاظ تاریخی. ببینید، موسیقی تلفیقی موسیقی نیست که من پایش رو گذاشته باشم. یک تحولی هستش که در موسیقی ایجاد شده، به خصوص از دهه آخر دهه 60 و 70 و همینجور آغاز دهه 70 میلادی که عصر طلایی در حقیقت مدیا بوده. اون زمان هر کشوری میاد و یک یا چند موزیسین رو از کشورشون به عنوان نمایندگان اون کشور میفرستن به دنیا و معرفی میکنند و این موزیسین ها میاد موسیقی کشورشون رو، موسیقی فرهنگی اون کشور و سنتی اون کشور رو مخلوط میکنند با موسیقی جهان و ترکیب میکنند به اسم فیوژن. و این فیوز کردن یا ترکیب کردن موسیقی سنتی در حقیقت نشون میده قدرت موسیقیشون، قدرت تلفیق پذیری موسیقیشون رو با موسیقی دنیا. و این سوال همیشه از بچگی برای من بوده که چرا ما موزیسین جهانی در ایران نداریم، موزیسینی که در دنیا بشناسنش. اون زمان همیشه بوده، الانم هم هست، که ایرانی برای ایرانی میخوند، ایرانی برای ایرانی مینواخت و همیشه برای من این سوال بود که چرا وقتی ما میگیم ستار همه اشتباه میکنن با سیتار هندی، چرا سیتار رو میشناسن ستار ایران رو نمیشناسن، چرا راوی شانکار موزیسین افسانه‌ای هند رو میشناسن موزیسین افسانه‌ای ما رو نمیشناسن، چرا پاکو دلوسیا در دنیا معروف است، چرا موزیسین‌های
بزرگ ما در دنیا معروف نیستند و این یک به نظر من نقطه ضعف موسیقی ایران بود که این تبلیغ رو نکرد. یعنی موسیقی سنتی باید باشه، یک قدرت ما هست و باید حفظ بشه، ولی همیشه این رو فراموش نکنیم که کنار هر چیزی ما، هر چیزی رو که داریم، حتی این میز، حتی صندلی، همه حاصل تجربه و تجربه کردن و یافتن چیزهای جدید بوده. این چیزها رو همیشه کنار کسانی که سنت رو حفظ میکردن لازم هست کسانی باشن که تجربه بکنن و چیزهای جدید رو به موزیک یا به هر چیزی که در زندگی داریم اضافه بکنن. بدون این همیشه در جا خواهیم موند و به نظر من این هم هیچ معنی نمیده که هر تلفیق جدیدی خوب هستش. یعنی ممکنه بین صدها تلفیق، حتی کارهای جدیدی که خود من میکنم، شاید بینش 99% خودم دور میدازم، ولی حتی 1% اگه یک چیز جدید به موسیقی اضافه بکنه یا به دانش من اضافه بکنه، به نظر من ارزش تمام اون 99% رو داشته. به همین دلیل هم من همیشه به این فکر بودم که بخوام یکی از کسانی باشم که حداقل جز به معدود ایرانیایی که واقعا میشناسیم که بتونیم موزیکمون رو به دنیا نشون بدیم و فقط شنونده ایرانی نداشته باشیم. و تا اونجایی که میدونم، خب تو گروه ما یه شنونده خارجیش به مراتب خیلی بیشتر از ایرانی هست. ما دوست داریم که بتونیم خودمون رو هم به گوش ایرانی ها هم برسونیم، همونقدر که خارجی ها ما رو میشناسن. و این گروه با این عنوان تشکیل شده تا امروز و داره فعالیت میکنه در اروپا، به حداقل به نحو رضایت بخشی شناخته شده هستش و ما داریم سعی میکنیم که بیشتر هم بشناسیمشون به دنیا. واقعا شما به موضوع مهمی اشاره کردید. من میخوام یه سوال دیگه در این رابطه مطرح کنم چون به نظرم مهمه. همین معرفی موسیقی ایرانی به مخاطب جهانی چه اهمیتی داره در این شرایط خاص و چقدر خوشبینی که بشه به این مهم دست پیدا کرد، یعنی مخاطب بین‌المللی برای موسیقی ترکیبی ایرانی داشت؟ ببینید، موسیقی تلفیقی ایران یکی از قسمت‌هایی هستش که ما باید خیلی روش کار بکنیم. یک فرهنگ خاصی رو لازم داره که ما بفهمیم که موسیقی رقصی جای خودشو داره و موسیقی سنتی جای خودشو داره و باید باشن و همینجور این بین این دوتا موسیقی تلفیقی باشه. هیچ کس به نظر من خب هر کسی به قول معروف کاری رو که میتونه از دستش برمیاد انجام میده، ولی من این رو شخصا تایید نمی کنم که ما بخوایم در نظر بگیریم که ما اگه ستار رو برداریم به جاش گیتار دست بگیریم یا دف رو برداریم به جاش درام بزنیم و نی رو برداریم به جاش فلوت بزنیم و نمیدونم عود رو برداریم به جاش گیتار بیس بزنیم، این موسیقی تلفیقی نمیشه. موسیقی تلفیقی موسیقی هست که بتونه دو تا فرهنگ رو، دو تا زبان رو، دو تا موسیقی رو، حالا هر چیز رو کنار هم بگذاره بدون صدمه زدن به هیچ کدوم از این دو تا، حالا یا دو تا یا سه تا فرهنگ مختلف رو. این فرهنگ در اروپا، در آمریکا سالهاست که الان جا افتاده. شما ببینید که موزیسین هایی هستن که جاز رو، جاز سنتی می نوازن و کنارش هستن کسایی که فیوژنیست هستن و موسیقی جدید رو کار میکنن. ما اگه بیایم ستار رو بخوایم برداریم جاش گیتار بزنیم و موسیقی سنتی با همون قیافه بشینیم و همون ستار رو بخوایم به صورت فقط برش داریم و گیتار بنوازیم، در حقیقت لطمه داریم میزنیم به موسیقی سنتی خودمون. موسیقی سنتی باید موسیقی سنتی بمونه همونجوری که بوده و کنارش ما باید یک سبکی رو بیاریم که المنت های موسیقی ما رو داشته باشه و المنت موسیقی، حالا هر میخواد جاز باشه، میخواد فلامنکو باشه، این دوتا رو بدون لطمه زدن به همدیگه کنار همدیگه بتونه و قدرت هر کدوم و مکالمه بین این دوتا فرهنگ رو بتونه به هم نشون بده. این چیزی هستش که ما دنبالش هستیم، بدون اینکه بخوایم لطمه بزنیم به موسیقی های نه سنتی که هست. چون سنت یه مقدار نگاه بکنیم از طرف مقابل، سنت همیشه ریشه داره تو فرهنگ، ریشه داره توی تاریخ. و اگه شما نگاه بکنید ببینید، ما اگه بخوایم از طرف مقابل نگاه بکنیم، کسی ما بخوایم موسیقی فلامنکو رو بزنیم، همیشه یک کپی هستیم. مثل این میمونه که یک اسپانیایی بخواد موسیقی ایران رو بنوازه، هیچ وقت شما نمیتونید از یک اسپانیایی انتظار داشته باشید که موسیقی سنتی ما رو بهتر از ایرانی بفهمه و بنوازه، واسه اینکه این ریشه توی فرهنگ، ریشه توی سنت، ریشه توی تاریخ و زندگی کردن توی این فرهنگ رو لازم داره. به همین دلیل هم ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که این دو فرهنگ رو کنار هم بگذاریم و بین هم دیگه مکالمه بکنیم. یعنی برداریم تکنیک‌های
واقعا قویه که در این سبک وجود داره، در سبک فلامنکو، در سبک ایرانی، و کنار هم دیگه این دوتا رو با هم بتونیم مکالمه بکنیم. یک چیزی که راجع به بنوجات سوال کردی راجع به اینکه چه جوری میتونیم ببین، این باز یک فرهنگ بسیار غنی لازم داره راجع به گوش کردن موسیقی، فهمیدن موسیقی، مطالعه کردن در تاریخ موسیقی. ما نگاه میکنیم به فلامنکو، خب در اسپانیا فلامنکو رو یک سبکی میدونن که بسیار تحت تاثیر موسیقی عربی قرار گرفته. قبول عربی بسیار تاثیر بالایی در فلامنکو داشته این و این شکی نیست. ولی فراموش نکنیم که جیپسی ها، کولی ها ریشه‌شون از کجا هست؟ کولی ها از هند هستن، هندی هایی هستن که مهاجرت کردن از هند، از کل ایران گذشتن و دو شاخه شدن، یک شاخه رفتن به سمت بالکان، به سمت ترکیه، و الان در قسمت مرکزی اروپا ساکن هستن، در کشورهای رومانی، در کشورهای بلغارستان، و گروه دوم رفتن به کشورهای عربی از شمال آفریقا، مروکو و مراکش، و رفتن به اسپانیا و اکنون در ساکن جنوب اسپانیا هستن. اینها رو فراموش نکنیم که اینها در راه خودشون هم تلفیقی، یعنی برداشتن تاثیر موسیقی های محلی. شما که نگاه بکنید به فلامنکو، برای اروپایی که نمیتونه تشخیص بده فرق موسیقی ایرانی و عربی و هندی رو، خب همه وقتی الان این تبلیغ روی موسیقی عربی هست، خب همه فکر میکنن این موسیقی عربی است، ولی شما واقعا وقتی بهش نگاه بکنید، رده های موسیقی هندی رو توش پیدا میکنید، رده های موسیقی ایرانی توش پیدا میکنید، رده های موسیقی یهودی توش پیدا میکنید، سفاردیک، موسیقی کلاسیک و موسیقی محلی اسپانیا رو به قدرت توش پیدا میکنید. و این احتیاج به فهم داره، احتیاج واقعا به مطالعه کردن داره و همچنین ساپورت کردن داره. هیچ هنرمندی در حتی ورزشکار، هر هنرمندی یا ورزشکاری و حتی دانشمندی بدون ساپورت از کشور خودشون، از طرف مردم خودشون، مسلما به هیچ جا نرسیده. این احتیاج به این داره که مردم بتونن این رو حمایت بکنن. درسته. و چه به قول معروف پخش بکنن برای کسایی، نشون بدن به دوستای خارجیشون این موزیسین ایرانی هست، این ورزشکار ایرانی هست، این دکتر ایرانی هست. یک مقدار بیشتر ساپورت بکنن تا بتونن که ما هم که داریم با به قول معروف با قدرت خودمون سعیمون رو میکنیم، بدون اینکه ساپورت متاسفانه هیچ باعث افتخار نیست که بخوایم بدون ساپورت دنبال این کارها بدویم. و تنها چشم داشته ما این هستش که بتونیم این ساپورت رو از مردممون داشته باشیم که حداقل تا جایی که میتونن ما رو حداقل از لحاظ معنویشون پشتیبانی بکنن. شهاب عزیز، شرکت در برنامه شباهنگ سپاسگزارم. مرسی از اینکه در شهر پراگ با ما همراه بودی. برات آرزوی موفقیت میکنم در ادامه فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که در پیش داری.